آقای سبتی به من بفهمید که الان آقای امیر گله میکردند از نوع انعکاس خبرها. دیدم یه جایی یه شوخی هم با بی بی سی کردن که امیدوارم حالا این اون شوخی رو دوباره اینجام تکرار بکنن. نظرتون چیه رسانه های فارسی زبان در مورد این ماجرای اسرائیل و فلسطین چجوری عمل کردن؟ نظر شما در این زمینه چیه؟ خود آقای سبتی هم با بی بی سی در افتادن، بفرمید. بله من هم چند روز پیش، ببینید من اینا ربطی نداره به فارسی زبان یا زبان دیگر. هر آدمی در هر مسئله‌ای در دنیا اگر از روی عقیده‌ای که از اول برای خودش قرار گذاشته بره جلو و به اون مسئله بنگره، خب دیگه کار تمام شده است. من مثلا بیام چی رو ثابت بکنم الان به شما؟ الان شب اینجا من بیام مثلا بگم روزه دیگه فایده ای نداره. ما باید اگر میخوایم باید یکم اون عقیده که برای خودمون، این طرز کار در واقع جمهوری اسلامیه، طرز کار کشورهای دیکتاتوریه که از قبل برای خودشون هدف رو میذارن، بعد میرن دنبال اون اثباتهایی که به درد خودشون میخوره میرن میگردن و فقط اونا رو در نظر میگیرن. خیلی ها بودن در طول مدت ها اومدن مثلا اسرائیل یا آمریکا، پایه و اساس آمریکا برای اینه که قدیم رو بذاری کنار و فکر جدید بکنی. چرا در آمریکا یک عرب میتونه همسایه یهودی باشه، مسیحی باشه، کنار هم مغازه داشته باشن یا کاری بکنن در یک اداره؟ فقط در این منطقه است که باید مردم به جون هم دیگه بیفتن. چرا؟ چون یک عده‌ای نشستن اون بالا رهبران و اونها عقیده ها رو برای ما از قبل تعیین میکردن. اسرائیل اتفاقا اینجور نیست. هر چند وقت یه بار، متاسفانه به 4 سال هم نمیرسه، میریم رأی میدیم. من خودم شخصا یه دفعه به این طرف رأی دادم، یه دفعه به اون طرف رأی دادم، چون این وقتی میبینی که اون طرف به اون چیزایی که تو خواستی قول داده عمل نکرده، عوض میکنیم. مردم بیچاره ایران الان 45 سال منتظر اون تیترای روزنامه هایی هستن که من بچه بودم وقتی انقلاب شد. کدومش شد؟ بدتر هم شد تازه. پس اگر شما عقیده رو از اول تعیین نکنی، خیلی بازتر فکر کنید، میبینید که اسرائیل یک مقدار زیادی هم حق داره در این موارد. اون نبوده که کسی مثلا شلیک کرده به کسی یا بلوا رو به پا کرده میخواسته صلح بکنه. نمیریم تو تاریخ، هر دفعه ما زمین دادیم به طرف دیگه، اون طرف پررو شد. این یه مسئله خاورمیانه‌ایه که واقعا مثل یک بازار قدیم اینجا رو اداره میکنن. مردم اینجا به دیکتاتوری عادت دارن، وقتی یه دموکراسی اومده اینجا نمیتونن تحمل کنن. حیف بسد حیف. من واقعا دعا میکنم برای مردم این منطقه که به خودشون بیان. این رهبرانی که دارن که دیکتاتور هستن و بچه هاشون رو اونا به کشتن میدن، همونجور که آقای امیر گفت، نه تای دلم میگم، نه با من یک سخنگوی، اصلا نباید آدم سخنگو باشه برای فهمیدن یک همچی چیزی. این چیزیه که افلاطون و ارسطو 3000 سال پیش گفتن و اینها کاشکی به عقل بیان، بچه های خودشون رو به کشتن ندن. بچه های اسرائیل حسرت میخوان، امیدوارن که برن در ساحل غزه با بچه های غزه بازی کنن. اونها هستن که مملکتشون رو به فنا میدن. این شهید بازی ها و این بهشت رفتن ها، اینا همه اختراعات جمهوری اسلامی بود که ما باش بزرگ شدیم و خوب بود خدا رو شکر ما یه جایی داشتیم بیایم که بفهمیم زندگی یعنی چی. کلمه زندگی که بعد از 45 سال دارن تو ایران داد میزنن، زن، زندگی، آزادی. ما اینجا معنی زن رو فهمیدیم و اینها آزادی هم میاره اتفاقا. امیدوارم من برای همه مردم این منطقه که آزاد بشن.